نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آوای تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. درود بر شما بینندگان عزیز، آرتیمیس علی‌آبادی هستم و برنامه زن و نزایی هویت ایرانی امروز در مورد سقط جنین با هم صحبت می‌کنیم. سقط جنین دست کم عمری به درازای سوگندنامه بقراط داره و همونطوری که می‌دونید در سوگندنامه بقراط ذکر شده که پزشک باید خودداری کنه از دادن هر گونه وسیله به یک زن حامله برای از بین بردن جنینش. اما همونطوری که می‌دونید دیگه نه سوگندنامه بقراط خیلی از اون اصول گذشته رو در جهان انجام میدن طبق سوگندنامه بقراط و نه سقط جنین تابویی که در درازای تاریخ بوده هست. در بسیاری از کشورهای جهان زنان حق کنترل و حق اعمال علاقه و تصمیم گیریشون رو بر بدن خودشون به دست آوردن، حداقل در سده گذشته، و سقط جنین دیگه یک عملیه که در بسیاری از نقاط جهان انجام میشه، حالا حتی اگر که خیلی ساده نباشه ولی انجام پذیره. اما در ایران ما اوضاع به گونه دیگری است. همونطور که میدونید در ایران تنها در صورتی سقط جنین قانونی اجازه داده میشه که یا جان مادر در خطر باشه یا از حاملگی و یا اینکه جنین دچار ناهنجاری هایی باشه که ناچار به خاتمه حاملگی بشن، و اونم پیچیدگی های قانونی بسیار زیادی داره و باید حداقل دو تا پزشک متخصص پزشک قانونی تایید بکنن و کاغذبازی اداری طولانی داره. اما اونجوری که میبینین سقط جنین در ایران حداقل در 15 سال گذشته 3 برابر شده و میتونیم بگیم که سقط جنین های غیر قانونی اکنون در ایران 40 برابر سقط جنین های قانونی هن. یعنی 250 هزار تا سقط در ایران در حال حاضر در سال انجام میشه که هیچ کدوم اینا شامل اون شرایطی نیستن که یا جان مادر در خطر باشه یا ناهنجاری جنین وجود داشته باشه، ولی مجبور هستن که بسیاری از افراد به حاملگی های خودشون خاتمه بدن. به طور کلی عامل یعنی علل سقط جنین دو علت مهمه، یکی حاملگی ناخواسته و دیگری تعیین جنسیت جنین. حاملگی ناخواسته هم در چارچوب ازدواج هم در خارج از اون میتونه اتفاق بیفته. در چارچوب ازدواج حاملگی های ناخواسته رو به این علت پایان میدن که یا افراد شرایط مالی یا شرایط روحی داشتن فرزند رو ندارن، یا فرزندان متعددی دارن، یا سن مادر بالاست و به هر صورتی تمایلی ندارن که اون حاملگی رو نگه دارن، و همینطور در خارج از چارچوب ازدواج ما به این علت بیشتر میبینیم مردم سقط رو انجام میدن که یا از نظر عرفی و شرعی در ایران پذیرفتنی نیست که کسی خارج از چارچوب ازدواج حامله باشه و فرزندی داشته باشه، یا اینکه زنان اکثرا چون زنان مجرد هستن شرایط مالی و شرایط اجتماعی رو ندارن که بتونن اون بچه رو تنهایی بزرگ کنن، فشارهای زیادی روشون هست، و از طرف دیگه فرزندانی که هیچ حقوقی در آینده ندارن، فرزندان بی حقی که پدری ندارن، شناسنامه براشون اکثر اوقات صادر نمیشه و مشکلات عدیده اجتماعی دامن گیرشون خواهد بود. بنابراین میبینیم که در جامعه ایران اون چیزی که واقعیت داره با اون چیزی که دولت و قانونگذار در نظر میگیره تفاوت بنیادینی داره، و عملاً 250 هزار سقط سالیانه رو بدون هیچ کنترل و نظارتی رها کردن و یک مسئله مهم اجتماعی و سلامتی رو واگذار کردن، تبدیل کردن به یک مسئله پیش و پا افتاده فردی و افراد مجبورن تک تک خودشون به دنبال حل مشکلاتشون باشن. حالا اون چیزی که در سقط جنین انجام میشه دو تا فاکتور مهم داره یک سقط جنین. اول اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنانی که تمایل دارن به سقط جنین تعیین کننده نتیجه سقط، و دوم تمایل و همکاری پزشک یا ماما در جهت انجام سقط جنین.
سقط جنین معمولا در زنان با طبقات بالای اجتماعی یا متمول‌تر کار ساده است. خیلی از اینا مراجعه میکنن به پزشکان یا حتی ماماهایی که در کلینیک های خصوصی حتی در مطب های سرپایی با توافقی که بین ماما و یا پزشک با اون خانم حامل انجام میشه دستمزدی پرداخت میشه و دریافت میشه و سقط انجام میشه و تا موقعی که مشکل خاص فیزیکی جسمی برای خانم ایجاد نشه معمولا فاش نمیشه. اما عمق فاجعه سقط جنین در ایران مربوط به اقشار پایین اجتماع، زنان کم سواد و کم درآمد، زنانی که نمیتونن خودشون رو اداره کنن و اکثرا از طبقات پایین اجتماع هستن، مشکل اصلیش گریبانگیر اون عده از زنان هست که نمیتونن پرداخت بکنن و نمیتونن برن در یک مراکز علمی و بهداشتی لازم و با پزشک و ماما هم انجام نمیشه سقطشون، اکثرا در محیط‌های کاملا غیر بهداشتی توسط افرادی که فاقد صلاحیت‌های علمی هستن انجام میشه و این عوارض بسیار زیادی از فکر کنید چسبندگی‌های رحم حتی تا پارگی‌ها و سوراخ شدگی‌های رحم که منجر به مرگشون میشه عوارضی است که دامنگیرشون میشه. بنابراین ما اونطوری که میبینیم قانونگذاری در کشور ما نه تنها واقع‌گرایانه نیست بلکه کاملا مسئله سلامت جامعه رو نادیده میگیره و به خطر میندازه. اون چیزی که وزارت بهداشت هر جامعه باید انجام بده تامین سلامت و امنیت بهداشتی و درمانی افراد اون جامعه است. اما جامعه ایران متاسفانه وزارت بهداشت این کار را انجام نمیده. کاری که انجام میده تنها اجرای دستورات و قوانین غیر واقع بینانه یه که در مجلس تصویب میشه و از نظر اسلامی هم اکثر اوقات مشکل دارن قوانینی که تصویب میشن. بنابراین برای کاستن از ابعاد پیچیده مسئله سقط جنین غیر قانونی، کاری که واقعیتش هست و باید انجام بشه اینه که اولا قوانین از این حالت کورکورانه اسلامی خارج بشن، قوانین واقع بینانه و مدرن برای جهان امروز باشن. دوم اینکه حقوق شهروندی افراد به خصوص حقوق شهروندی زنان در نظر گرفته بشه و دسترسی به امکانات بهداشتی حداقل برای همه جامعه به خصوص اقشار کم درآمد مهیا بشه و مهمتر از تمام اینا آموزش، دسترسی زنان به آموزش‌های بهداشتی و وسایل پیشگیری از بارداری یکی از حقوقیه که همه زنان جامعه باید از اون بهره مند باشن، باید بدونن که چجوری میتونن جلوی حاملگی رو بگیرن و امکانات در حد قابل پرداخت و معقولی باشه که بتونن سلامتشون رو حداقل در جامعه تضمین بکنن. بنابراین میبینیم که سقط جنین فقط یک مسئله فردی نمیتونه تلقی بشه، مسئله بسیار پیچیده تر و مسئله کشوری و سلامت زنان بسیار زیاد و حتی در برگیرنده عواقبی است که خانواده ها و فرزندان آینده رو هم تحت تاثیر قرار میده. تا برنامه آینده خدا نگهدار، با برنامه بعدی نوزای زن و نوزای هویت ایرانی در خدمت رو خواهیم بود. نام جاوید وطن، صبح امید وطن.